خب دوستان عزیز، همراهان همیشگی، درود بر شما. امیدوارم که خوب باشید. در طی چند روز اخیر به بنده خیلی ها اومدن، از دوستان قدیمی، دوستان جدید، به لحاظ این که بنده رشته من سینما و تئاتر، خیلی ها اومدن به من گفتن که آقا تو چرا در مورد داریوش مرجویی مشخصا صحبتی نکردی اساسا؟ خب دلیلم رو الان من میگم. آقای داریوش مرجویی به قتل رسید و این دکون بازاری که جمهوری اسلامی در آورده، خب نمیدونم، باجناقه. سایت رکنا گفت باجناقه، سایت تصنیف تکسیب کرد فلان و بسار، اینا همه دریوری بیش نیست و توسط خود رژیم بایستی حذف میشد که حذف شد و این یک چیزیه که یک سناریوییه که اگر دوستان عزیزی که اگر کاملا با سیستم جمهوری اسلامی آشنایی داشته باشن میدونن، اگر هم ندارن، آشنایی ندارن، دیگه اصلا در موردش بهتره که اصلا صحبت نکنیم ما، چون کسی که جمهوری اسلامی رو ماهیت و هویت سیستم رو نشناسه، یک سیستمی رو شما اگر نشناسی اصلا در موردش صحبت نکن، بلش کن. میپردازیم به آقای داریوش مرجویی. آقای داریوش مرجویی در 17 آذر 1318 در تهران و در یک خانواده بسیار فقیر به دنیا اومد. 1318، یعنی در دورانی که ایران پادشاهی بود، در دورانی که ایشون به دنیا اومد، در یک خانواده بسیار فقیر، خانوادهش بسیار فقیر بود، جوری که خودش در خاطراتش میگفت که من در خانواده‌ای تهیدست و فرودست به دنیا اومدم. خدمت شما عرض کنم که در نوجوانی ایشون نقاشی رو یاد گرفت. دوستان خواهش میکنم دقت بکنید لایو من رو، حرفای من رو دقت بکنید که بعدن سوال نپرسید، چون هر سوالی که شما میخواید بپرسید در گفته های من هست. اگر این لایو براتون مفید دقت بکنید، اگر نه همینجا خداحافظی بکنید و ترک بکنید صفحه من رو اصلا. خدمت شما عرض بکنم که داریوش مرجویی در نوجوانی نقاشی رو آموخت. خب همینجا یه استاپ میدیم. ایشون در خانواده فقیر در سال 1318 به دنیا اومد، نقاشی رو ایشون آموخت. پس در زمان شاه، در دوران پادشاهی، این فضا وجود داشت که ایشون بره نقاشی یاد بگیره. الان یک خانواده فقیر نمیتونه بچهش رو بفرسته نقاشی یاد بگیره. اینا رو گوش بکنید، میخوایم به یه جنبندی برسیم. خب خدمت شما عرض کنم، نقاشی ما به موسیقی علاقه من شد. بعد از نقاشی ایشون به موسیقی علاقه من شد. در کلاس موسیقی نیز شرکت کرد. او همچنین با کمک پدرش سنتور نواخت. رفت سنتور یاد گرفت و ساز خرید. شما برای اینکه بخوای سازی بزنی، به عنوان مثال من وقتی 1371 گیتار رو شروع کردم، رفتم گیتار خریدم و وقتی که میخواستم گیتار بخرم پدرم پول نداشت و من با بدبختی تونستم گیتار بخرم. در سال 1371 ایشون رفت سنتور رو یاد گرفت، در همون سالها و سنتور نواخت و پس از آشنایی با موسیقی کلاسیک، رفت موسیقی کلاسیک رو آشنایی باش پیدا کرد، پیانو نواخت، رفت سراغ پیانو، یعنی پیانو هم خرید. یک خانواده فقیر رو در نظر بگیرید که میره نقاشی یاد میگیره فرزندش، بعد میره سنتور، بعد میره پیانو. حالا ایشون میره پیانو یاد میگیره و او در 17 سالگی به سینما علاقه مند شد. تمام اینها قبل 17 سالگی بود. او در 17 سالگی، آقای داریوش مرجویی یادش گرامی، خدمت شما عرض بکنم که من نمیگم روحش شاد، چون من به روح و موح و اینجور چیزا اعتقادی ندارم. شما برو، شما بگو نوش جانت. خدمت شما عرض بکنم که او در 17 سالگی به سینما علاقه مند شد و برای درک بهتر فیلم های روز به آموختن زبان انگلیسی پرداخت. خب در 17 سالگی یهو دید که من الان به فیلم سینمایی علاقه مند دارم، میخوام الان فیلم سینمایی، میخوام برم تو کار سینما. بعد برای اینکه فیلم های روز دنیا رو بتونه درک بکنه، رفت انگلیسی یاد گرفت. شما حساب بکن یک خانواده فقیر و تهیدست و فرودست به گفته خودشون
میره انگلیسی هم یاد میگیره، نقاشی، سنتور، پیانو، انگلیسی. پرداخت داریوش مرجوی به مدت یک سال مدیریت هتل اتلانتیک را بر عهده داشت. ها اینجا استاپ کنید. هتل اتلانتیک، هتل اتلانتیک یک هتلی بود خدمت شما عرض بکنم که بالاخره پادشاه فقید ما هنرمندان رو هر از چند گاهی به اونجا می آورد با هزینه خودش، برای هنرمندا بسیار ارزش قائل بود و اونجا از هنرمندا تجلیل می کرد. داریوش مرجویی به لحاظ اینکه هنرمند بود مورد توجه قرار گرفت و مدیریت اون هتل رو به داریوش مرجویی دادن. هتل اتلانتیک را بر عهده داشت و در 20 سالگی برای تحصیل راهی آمریکا شد. داریوش مرجویی تو 20 سالگی رفت آمریکا با پول کی؟ با پول شاهنشاه آریامر. با پول شاهنشاه آریامر داریوش مرجویی رفت آمریکا. اوکی اینجا بماند، ایشون میره آمریکا. مثل تمام شورشیان 57 که تحصیل کردن با پول شاهنشاه آریامر رفتن تحصیل کردن بعد خیانت کردن، داریوش مرجویی هم رفت آمریکا. ایشون رفت آمریکا، مرجوی نخست سینما میخواند، او زود سینما را رها کرد و در فلسفه به ادامه تحصیل پرداخت و لیسانس فلسفه خود را در سال 1344 از دانشگاه UCL آمریکا گرفت و در همان سال سردبیری نشریه پارس ریویو را بر عهده گرفت. مرجوی یک سال بعد با هدف ساختن فیلمی بر اساس فیلمنامه خود به تهران بازگشت. مرجوی سال 1344 سال 1345 به تهران بازگشت با کولباری از هزینه هایی که دولت شاهنشاهی ما براش کرده بود. اوکی؟ و خدمت شما عرض بکنم که این پروژه به سرانجام نرسید، اون فیلمنامه به سرانجام نرسید. وی در سال 1346 اولین فیلم خود را با نام الماس 33 ساخت. فیلم الماس 33 یک فیلم، دوستان عزیز اگر بخواید ببینید هست، میتونید ببینید. فیلم الماس 33 یک فیلم بسیار پرهزینه بود که در اون سالها، بنده رشتم اینه، داغدان نمیگم. دوستان عزیزی که میان الان جدیدن همه سیاست مدار شدین و فلان، من تحلیل سیاسی نیستم، من رشته من اینه، خاک صحنه خوردم، من رو صحنه خاک صحنه خوردم، پوستم کنده شده، بس داغدان نمیگم. اوکی این دیگه تو این ادعا دارم. اوکی خب ولش کن. خدمت شما عرض کنم الماس 33 علارغم این که هزینه زیادی داشت شکست خورد و یک بدترین شکست تجاری فیلم، بدترین شکست اقتصادی در صنعت فیلمسازی به شما رفت که هنوزم رکوردش رو هیچ فیلمی نگرفته. تا قبل از انقلاب سال 57 مرجویی 5 تا فیلم ساخت. خب داریوش مرجویی تا قبل انقلاب 5 تا فیلم ساخت. داریوش مرجویی در سال 1356 یار غار خمینی شد. این که علت این که من چرا حرفی نزدم، من نه با ایشون دشمنم، نه با ایشون، نه از مرگ ایشون خوشحال شدم، من از مرگ همه ناراحت میشم، حتی دشمنانم. اما ایشون یار غار خمینی شد و بسیار پررنگ بود، بسیار فعالیت کرد، بسیار حتی در جذب اسپانسر برای خمینی خیلی تلاش کرد. اینو برید مطالعه بکنید، حرفای منو که میشنوید برید مطالعه بکنید. خیلی تلاش کرد و خدمت شما عرض کنم که خمینی رو تونستن، شورشیان 57 شاهنشاه آریامر رو بالاخره کاری کردن، با چشمانی اشکبار با از پله هواپیما رفت بالا و خاک ایران رو برای همیشه ترک کرد و خمینی دجال بی احساس وارد کشور شد. زمانی که خمینی وارد کشور شد، داریوش مرجویی با مطبوعات مختلفی مصاحبه کرد، با تلویزیون‌های مصاحبه کرد. داریوش مرجویی در اسفند 1357 داریوش مرجویی در تلویزیون سوئیس میگوید در این انقلاب برخلاف نمونه‌های غربی اقتصاد اولویت اقتصاد اولویت نیست. همون جمله‌ای که خمینی گفته بود اقتصاد خر است، اقتصاد مال خر است.
داریوش مرجویی با اینکه توی لیسانس فلسفه رو از آمریکا گرفته بود، کسی که لیسانس فلسفه از آمریکا میگیره مهر تاییدی میزنه به حرفای خمینی که صداهایی که از ریشه آب در میآید آنتنهایی است که نمیدونم فلان میکنند. خب داریوش مرجویی میگه که در این انقلاب، در مصاحبه با تلویزیون سوئیس میگه در این انقلاب برخلاف نمونه های غربی اقتصاد اولویت نیست. برای نخستین بار در تاریخ حرکتی برای اعتدال رقم خورده، در صورتی که اعتدال رو، اعتدالی که ما در زمان شاهنشاه آریامهر داشتیم هیچ موقع نداشتیم. شما پهلوی رو حذف بکن، از قبل پهلوی و بعد پهلوی قاجار رو بچسبون به جمهوری اسلامی، یک فاجعه میبینی فقط. اوکی ما فقط یه گلدن تایم داریم، اونم گلدن تایم پهلویه. اگر پهلوی نبود ما هیچی برای گفتن امروز نداشتیم. ما هر بنای سالمی داریم، ما هر پلی داریم، ما هر برجی داریم، کار نداریم. داریوش مرجویی گفت که اقتصاد، این حرکت، حرکت انقلاب چون که برپایه اقتصاد نیست خیلی خوبه، حرکت برای اعتدال رقم خورده. برای همین، به همین دلیل امام خمینی روح انقلاب ماست. یک بار دیگه براتون میخونم. داریوش مرجویی در اسفند 1357 در تلویزیون سوئیس میگوید در این انقلاب برخلاف نمونه های غربی اقتصاد اولویت نیست. برای نخستین بار در تاریخ حرکتی برای اعتدال رقم خورده. به همین دلیل امام خمینی روح انقلاب ماست و من امام خمینی را می ستایم. داریوش مرجویی. حالا داریوش مرجویی بعد از انقلاب 57، خب می دونید دیگه، کمونیست ها، چپی ها، منافقین، اینا، مجاهدین، مجاهدین خلق، اینا بعد دیدن که خمینی بهشون یه اینجوری یارو زده، یه عده فرار کردن رفتن. داریوش مرجویی میره فرانسه. داریوش مرجویی میره فرانسه. میره فرانسه، خدمت شما عرض کنم که بعد از این که میره فرانسه اونجا کارهای خودشو مخالفت میکنه با رژیم خمینی و اینا. میره فرانسه، از دورم یه ذره مخالفت میکنه، بعد برای خودش فکر میکنه، آدم باهوشی بود، برای خودش فکر میکنه میگه بابا کجا من میتونم، کجا مثل ایران میشه پول در آورد؟ هیچ جا. چون اروپا مثل اروپا و آمریکا و کشورهای غربی مثل ایران، شما تو ایران راحت میتونی پول در بیاری. خب مثلا تو ایران شما میتونی یه ماشین صبح بخری، بعد از اون ماشین رو 3 میلیون بکشی روش بفروشی، کسی هم نیست، کسی به کسی هم نیست. اینجا بخوای این کار رو بکنی 6 ماه میری زندان. داریوش مرجویی میبینه که ای بابا سرش کلا رفته. این در این بین آقا چیکار میکنه؟ پا میشه میاد میگه آقا ما غلط کردیم. داریوش مرجویی پس از این که فرار میکنه میره فرانسه، چند سالی تو فرانسه میمونه و علارغم توقیف آثاری که آثارش که توقیف شده بود برمیگرده میاد. مرجویی ابتدا با فریار جواهریان که یکی از مهندسان معمار نامی ایران بود ازدواج کرد. خانم فریار جواهریان، به هر حال ایشون هم یک رزومه‌ای داره، در یک لایو بعدی من رزومه ایشون رو خواهم گفت. مهندسان معمار نامی ایران بود که ازدواج کرد و پس از جدایی از جواهریان سپس با وحید محمدی فر ازدواج کرد که متاسفانه هر دوتا به قتل رسیدن. خب این که من چرا فکر می‌کنم متوجه شدید که چرا من در مورد قتل داریوش مرجویی حرف نزدم. خب حالا نظام جمهوری اسلامی، سیستم جمهوری اسلامی اینجوریه که مهره های خودش رو، عزیزای نور چشمی خودش رو، یاران غار خودش رو میکشه. براش فرقی هم نمیکنه. شاخشون رفسنجانی بود که توی سر خفش کردن کشتنش. مرجویی که دیگه جای خودش داره. بعد یه داستانی درست میکنه، میگه آقا اینو اینجوری با جناقش اونطوری گفت فلان، یه افغانی هم بیچاره هم میاره، یه تبعه خارجی، حالا هرچی میارن میگن آقا تو گردن بگیر فلان، یا اصلا نمیگن تو گردن بگیر، به زور میندازن گردنشو اعدام میکنن، تمام. من حرفی ندارم در مورد داریوش مرجویی بزنم. من و امثال من، من دهه 50، توی دهه 60، توی دهه 70 تاوان داریوش مرجویی ها رو، و داریوش مرجویی این اواخر اومد به خاطر این که
فیلمهاش رو یه ذره به خاطر اینکه اذیتش کرد. آه اینم به شما بگم، یک مؤسسه هنری ما در تهران داریم به نام مؤسسه هنری اوج، داریوش مرجویی. من نمیخوام الان، ایشون تازه فوت کرده، مراسم خاکسپاریش بوده و از این داستانا، من نمیخوام الان اون اسناد مالی که با مؤسسه هنری اوج داشت رو منتشر کنم، اصلا دوست ندارم اصلا این کار رو بکنم. مؤسسه هنری اوج وابسته به سپاه، قابل توجه شما دوستان عزیز که با عشق می نشستید سریال پایتخت می دیدید، اون اتاق فکر اطلاعات سپاه بود و خدمت شما، برای همین میگم تاریخ حافظه تاریخی ملت عزیز ما کوچیکه، کمه. میخوام یه واژه به کار ببرم که به هیچ کس بر نخوره، ما از همه چیز سرسری میگذریم، میگیم بابا بلش کن، حالا یه کاری کرده دیگه، حالا بابا بلش کن، حالا اشکال نداره، حالا یارو. نه، سرنوشت ما بد رقم خورد، اون آقا تمام دنیا شو گشت، با سرنوشت من و شما بازی کردن، شورشیان 57. من از قتل هیچ کس خوشحال نیستم، من از مرگ هیچ کس خوشحال نیستم. دعوتنامه‌ای که داریوش مرجویی به من داد بعد از دیدن یکی از تئاترهای من در تهران، من اون دعوتنامه رو چون مال خودمه منتشر میکنم، امضای اون آقا پایینشه. نرفتم. به هر بازیگری که گفت با کله رفتن، مثلا عقده دیده شدن من ندارم، برای اینکه من آرمان مبارزه است. من حرفای خودم رو زدم، این لایو رو در کانال یوتیوبی خودم ذخیره میکنم، شما میتونید ببینید، شما میتونید نبینید. هیچ اصراری بر این ندارم که شما حرفای بنده رو قبول بکنید، برید تحقیق بکنید، تحقیق، راستی آزمایی. برید این ویدیو رو ببینید، ویدیو داریوش مرجویی رو ببینید که با تلویزیون سوئیس گرفت و در تلویزیون سوئیس گفت در این انقلاب برخلاف نمونه های غربی اقتصاد اولویت نیست، همون حرفی که خمینی زد، اقتصاد مال خر است، برای نخستین بار در تاریخ حرکتی برای اعتدال رقم خورده، به همین دلیل امام خمینی روح انقلاب است و من او را می ستایم. دوستان عزیز، من لایوم تموم شد، 1300 نفر تو لایو هستن، دم شما گرم. من کامنت ها رو باز می کنم، اگر سوالی بود بپرسید، اگر نه من نسوزورتون، خداحافظی. کامنت ها رو باز کردم، اگر سوالی بود میتونید بپرسید، اگر نه که شما رو به هم دیگه می سپارم. بله، در نهایت حذف میشه دیگه. ببین در نهایت کسانی که ببین حکومت اینجوریه، خودشونو میزنن. نور چشمیشون که اکبر رفسنجانی بود اونو زدن دیگه، داریوش مرجویی که دیگه جای خودش، هر کی در یک مقطعی با حکومت بعد حکومت بهش نون نمیده جدا میشه. مثل مسیح علی نجات، مثل حامد اسماعیلیون، مثل آره دیگه اینطوریه. اینا افرادی هستن که سر سفره نظام بزرگ شدن، سر سفره نظام جمهوری اسلامی بزرگ شدن، نون جمهوری اسلامی رو خوردن، نون نظام جمهوری اسلامی رو خوردن و خب بعدش هم که نونشو میخوری دیگه، خدمت شما عرض بکنم که حق نداری دیگه تو اون بازی رو خراب بکنی. اگه تو بازی رو خراب بکنی جابیج میکنه تو رو عزیز من. و خدمت شما عرض بکنم که خائنین به شاهنشاه آریامهر یکی دوتا نیستن، خیلی زیاد. من به شما پیشنهاد میکنم که بروید و تاریخ بخونید، بروید و یه ذره مطالعه بکنید. من صرفا برای خنداندن نیستم، من سالهای سال رو استیج حرفهایی زدم که سالن به فکر فرو رفت. بله،
من میکنم، من به خودم غرم، به خودم میبالم و به خودم افتخار میکنم. بله، من ده ها زندانی رو باعث شدم که آزاد بشه، گلریزان گرفتیم، خیلی کارهای مثبت کردیم، خیلی کارهای به خودم میبالم. من ممنون تصویر شدم، ممنون صدا شدم، مجوزم رو از من گرفتن، برای اینکه همیشه حرفم رو زدم و همیشه گفتم پاینده ایران جاوید شاه. و خدمت شما عرض کنم دیگه، حالا مرگ دردناکی داشت، همه مرگ ها دردناکن دیگه، هیچ کس مرگ خوشایندی نداره که، همه مرگ ها دردناکن. توضیح دادیم دیگه، توضیح دادیم. و استاد کارگردان، من نگفتم کارگردان، به اینجور آدم داریم آقای بیژن، استاد کارگردان سریال پایتخت مرحوم مرجویی نبود بلکه سیروس مقدم بود. نه بابا خوب شد گفتی به ما، تهیه کنندش هم میخوای بگی الهام غفوری بود؟ گفتم مؤسسه هنری اوج اسپانسر سریال پایتخت بود، نگفتم مرجویی کارگردانش بود. تا زمانی که مثل شما نفهم داریم، نمیفهمی من چی میگم، همینه داستان. خب دوستان عزیز، امیدوارم که یه مقدار جدی بگیریم قضیه رو، دور و برمون ببینیم چه خبره. بانو شهبانو فرح پهلوی بزرگواری کرد و پیام تسلیت برای داریوش مرجویی فرستاد. بزرگواری کرد، بزرگواری کرد. دارم کامنت ها رو که میخونم دوستان، کامنت ها رو که میخونی میزان شعور افراد در کامنت مشخص میشه. کامنت ها رو بخونید، من این همه حرف زدم، خب من این همه صحبت کردم، یه ذره کامنت ها رو بخونید، کامنت ها رو بخونیم ببینیم. میخوام کامنت ها رو بخونم، مشخصا میخوام کامنت ها رو بخونم ببینم. شهبانو فرح پهلوی بزرگواری کرد و پیام تسلیت گفت و این نهایت بزرگواریشون هست. خب دوستان عزیز، داداش کمی در مورد یگان پشتیبانی بگو. در مورد یگان پشتیبانی فایق عزیز لایف میذاره، فرشاد این اطلاعات رو از ویکی‌پدیا آوردی. اطلاعات همه جا هست، تو ویکی‌پدیا هست، تو اینترنت هست. من گوگل ایرانی سرچ نمی کنم، من گوگل رو به زبان انگلیسی سرچ میکنم، چون گوگل به زبان فارسی وقتی سرچ میکنی همش توش تحریف شده است. اوکی؟ آره بله، هر کس کوچکترین ظلمی به اعلی حضرت کرد جوابش رو گرفت، فقط ما هم این وسط سوختیم. بله دقیقاً، دقیقاً درست گفتید، درست گفتید. خب دوستان عزیز، من صحبتامو کردم، این لایو رو در کانال یوتیوبی خودم ذخیره میکنم، صحبت دیگه ای ندارم. دم شما گرم. پاینده ایران جاوید شاه، ما ملت کبیریم، ایرانو پس میگیریم. دم شما گرم.